سلام، من قصد دارم توی این ویدیو پیش ثبت نام سایت یونیورسیتالی یعنی پیش ثبت نام برای دانشگاه ایتالیا رو انجام بدم و بهتون نشون بدم. میریم داخل سایت یونیورسیتالی، از این قسمت میتونیم زبان سایت رو عوض بکنیم به انگلیسی. از این قسمت سمت راست International Students 2022 این رو انتخاب میکنیم و میریم سراغ Pre-Enrollment. Pre-Enroll Now، یعنی الان پیش ثبت نام انجام بده. تنظیم میکنم این Why and How to Register، اینو انتخاب میکنیم و وارد صفحه بعد میشیم و اینجا Join Now رو میزنیم. اومدیم به صفحه ثبت نام. توی این صفحه باید اولین چیزی که وارد کنیم اسممونه، به فرض علی علویانی، همینجوری انتخاب کردم. خب کشور محل تولد، خب ما ایران انتخاب میکنیم همیشه. میشه شهر محل تولد. Date of birth، خب چون علیه بالاخره میل باید باشه، اینجا جنسیتش رو جندر جنسیت میل انتخاب میکنن. کشور سیتیزنشیپ، این کشوری که تابعیتش رو داریم. ایمیل ادرس ما رو میخواد، ایمیل درست کردم برای این کار مخصوصا. میگه اینجا دوباره همون رو تکرار کن، کانفرمش کن، چون ایمیل خیلی مهمه. همه اطلاعاتی که بعدا خواهید گرفت در واقع به این آدرس ایمیل فرستاده میشه. خب اینجا تلفن میخواد، چون این ستاره نداره دیگه شما لازم نیست که تلفنتون رو وارد بکنید، اگه خواستین میتونید وارد کنید. مدرک شناسایی ما پاسپورت دیگه. بعد خب اینجا شماره پاسپورتتون رو میزنید، من یک چیز فرضی میزنم. شیل با یعنی توسط چه نهادی صادر شده که برای ما معمولا میشه immigration and passport police، پلیس مهاجرت و پاسپورت. حالا میتونید پلیس هم بزنید، نمیدونم ایران هم بزنید. خب اینجا تاریخ اعتبارش رو میزنید، شروع اعتبار. اینجا من یک رو زدم، برای ماه بازم یک میزنم، یعنی ژانویه رو انتخاب میکنم. خب دیگه به فرض تاریخ اعتبار ما از 2022، از 1/2022 هست تا 1 بازم ژانویه 2025. شما اینا رو باید خیلی دقیق و درست وارد کنید. Official Home Residence، راجب در واقع اقامتتون داره میپرسه، اقامت کدوم کشور دارید. خب ما بازم ایران هستیم. شهر تهران. زیپ کد ما نداریم معمولا تو ایران. آدرس، آدرس رو اینجا باید وارد بکنید، برعکس اون چیزی که توی فارسی می‌نویسیم باید تو انگلیسی آدرس بنویسیم، یعنی از پایین به بالا، از منزل شروع می‌کنیم. به فرض پلاک 23، بعد یه ویرگول می‌ذاریم، استریت مطهری، تهران، ایران، همچی چیزی. اینجا هم گفته که اینا که ستاره دارن ریکواردن، یعنی لازمه که حتما پر بشن. خب اینا ما این مرحله رو سیو میکنیم، میریم مرحله بعد، سکسسفول رجیستریشن. اینجا میگه که یه ایمیل برات فرستادیم، برو اونو چک کن و تایید کن ایمیل تو. خب اوکی ما میزنیم و میریم سراغ ایمیلمون. بله یه ایمیل اینجا اومده، من بازش میکنم ببینید. اینکه ثبت نام شما کامل بشه این confirm process رو بزن. وارد این صفحه که شدیم باید ما پسورد بذاریم برای اکانتمون. یه پسوردی انتخاب میکنیم، حالا من انتخاب کردم قبلا، و salve یعنی save رو میزنیم. دوباره باید وارد بشیم تا مراحل بعد رو انجام بدیم. دوباره میایم از همون قسمت. خب من این زبان این رو دوباره به انگلیسی تب برمیگردونم و
اینترنشنال استودنتس رو انتخاب میکنم. انرول ناو این اپلیکیشن. خب اینجا سری توضیحات داده، ما میایم این کادر سبز رو این گوشه انتخاب میکنیم. خب اومدیم تو این صفحه، اینجا سال آموزشی رو انتخاب میکنیم، اکادمیک ایر شده 2022-2023. بعد اینجا که اسممونه، بعد میایم پایین دیگه کجای خواهی. خب این سیتیزنشیپ ها رو دیگه ما همین یه دونه رو داریم معمولا، اقامه در واقع تابعیت هایی که داری رو باید اینجا بزنید. خب اینجا آدرس منزل، آدرس رو کامل یه جا وارد کرده بودم که اینجا اصلاحش میکنم، میگه اینجا فقط استریت رو بزن. خب 23 زده بودم احتمالاً، اینم کشور، اینم شهر، زیپ کد میخواد. یا میتونید کد پستی رو وارد کنید، میتونید 45 تا 1 بزنید. اینجا هم باید تلفن رو وارد بکنید. یه شماره همینجوری زدم. دیگه ببینم چی میخواد. اینجا میگه تکس کد میخواد، کد چه فیسکاله بهش میگن، که آپشناله، لازم نیست اینجا وارد بکنید، حالا بعداً خودتون میگیرینش. عادی استپ اینو که بزنید اگه مشکل داشته باشه بهتون میگه. خب اومدیم مرحله بعد، استپ بی. تو استپ بی اینجا شماره پاسپورت نشون میده، این تاریخ انقضای پاسپورت، مدارک رو آپلود بکنیم براش. این تصویر میخواد از ما، عکس میخواد. از چیز فایل عکس رو انتخاب میکنیم، به فرض من این عکس رو انتخاب کردم و اینجا باید عکس پاسپورتمون رو بفرستیم. اینجا هم به فرض من میام عکس پاسپورت رو آپلود میکنم. حالا خب اومدیم اینجا، میگه که where will you apply for visa، از کجا میخوای برای ویزا اقدام کنی. برای من خب سفارت ایتالیا تو تهران، امباشادا تهران. خب specify the reason of the، چرا میخوای ویزا بگیری. خب میخوایم بریم درس بخونیم. I want to enroll in a study course، اینجا اطلاعات کورس رو ازتون میخواد. خب این institution چه مؤسسه ای. خب ما میگیم دانشگاه، اونیورسیتا. اسم اون دانشگاه رو اینجا بزنید، به فرض پاویا. خب حالا اومد اینجا، نوع کورس یعنی مقطع رو اینجا در واقع زمان کورس، لاورا یعنی لیسانس، اونا که پزشکی میخوان بخونن اینو میزنن، لاورا ماجیسترال سیکلو اونیکو. بعد این لاورا ماجیسترال ارشد، اینم دیپلومو و اینا که چیکار نداریم بهشون. به فرض میخوایم پزشکی بخونیم، لاورا ماجیسترال سیکلو اونیکو رو زدم. اینجا زبان کورس رو انتخاب میکنیم که انگلیسی معمولا. اسم کورس که خودش اومد دیگه، من چون پزشکی رو زدم در واقع اون سینگل کورس رو زدم، مدیسین و سرجری پاویا، دانشگاه پاویا مدیسین و سرجری اومد. اطلاعات رو اینجا داره به میگه که چه دانشگاهیه، چه کورسیه، نوع مدرک، زبانش. official length of the course باید میگه چقدر طول میکشه این دوره که 6 سال دیگه پزشکی. ID account at the chosen university، خب اینو ما الان نداریم، فعلا هم نیاز نیست بگیریم. میریم توی استپ C. توی این مرحله از ما میخواد که مدارکمون رو آپلود بکنیم. از این قسمت نوع مدرک رو انتخاب میکنیم، به فرض the qualification and language certificate، یعنی مدرک زبان ما، اونایی که آیلتس دارن به فرض آیلتسشون رو اینجا یعنی میارن روی این گزینه و میان از اینجا چوز فایل میرن و فایل مربوطه رو آپلود میکنن. میایید از این ور این دیپلوما رو به فرض فاینال دیپلوما، و بعد میرید مدرک دیپلومتون رو در ترجمه هاشون رو دیگه آپلود میکنید. ترانسکریپت این ریزنمراتتون، ریزنمرات رو انتخاب میکنید. این ریزنمرات دو سال آخره. Certificate of the school subject transcript، اون انتخاب میکنید. Declaration of the value رو که بعدا سفارت صادر میکنه الان ما نداریم. اگه شما بر اساس اینکه چه مدارکی رو دارید، مدارک پیش دانشگاهی، مدارک در واقع دیپلم و مدارک زبانتون رو اینجا آپلود میکنید. هر کدومی که انتخاب کردید، مثلا بگم من IELTS به فرض qualification name و میزنید آپلود میشه. و بعد این سامری رو که بزنید، به صورت خلاصه‌وار تمام اطلاعاتی که وارد کردین رو بهتون نشون میده.
تو این قسمت دو تا ایمیل و یه شماره تلفن گذاشته که میتونید باشون تماس بگیرید و اگه کمک چیزی خواستید ازشون بپرسید. دوباره برمیگردیم اینجا، ببینید تو این سامری بقیه اطلاعاتتون رو چک بکنید، ببینید چجوریه. اگه مشکلی نداشت میایم پایین و این گزینه I have read data processing رو انتخاب میکنید. براتون یه فایل PDF باز میشه که مطالعه کنید. حالا بهتره که اینا رو همه کامل بخونید که اطلاع داشته باشید از همه چی. و بعد این تیکش خورد، حالا میایم چیکار میکنیم؟ apply for enrollment. اینو که بزنیم دیگه enrollment ما کامل هست. وارد این صفحه که شدیم، اینجا به ما میگه که درخواست پیش ثبت نام شما در تاریخ فلان به دانشگاه مورد نظرتون که اینجا پاویا بود ارسال شده و تمام. لطفاً کانال من رو سابسکرایب بکنید. سعی میکنم اطلاعات مفیدی رو اینجا قرار بدم. ممنونم از شما. خدا نگهدار.